امروزه روانشناسان نقشی مهم در تیم‌های المپیک دارند. قوت ذهنی یک ورزشکار به ویژه در ورزش‌هایی که نیاز به پایداری و تعامل دارند بسیار مهم است. روانشناس گروه قایقرانی المپیک بریتانیا می‌گوید در هر دوره 4 ساله یک لحظه در اختیار دارید تا قابلیتتان را ارائه کنید. باید قادر باشید فقط بر روی نکاتی تمرکز کنید که مربوط به مسابقه اند. پس کیفیت تمرکز و دانستن این که بر نکته درست تمرکز کرده اید و می توانید به طور مداوم و تحت هر نوع فشار آن را انجام دهید عالی خواهد بود. اکنون روانشناسان بخش ثابت گروه قایقرانی هستند. کنترل ذهن و احساسات ورزشکار ضروری است. سر متیو پینسنت در تاریخ قایقرانی بریتانیا یک قهرمان افسانه است. او در 4 المپیک پیاپی 4 مدال کسب کرده است. اکنون روانشناسان در کنار مربیان و پزشکان بخشی از گروه هند. فکر می‌کنم در گذشته می‌توانستیم بهتر عمل کنیم، ولی استدلالمان این بود که اگر بدون روانشناس برنده می‌شویم پس نیازی به آنها نداریم. این طرز فکر واقعا کهنه و قدیمی است. در بازی‌های المپیک فشارها به سرعت بالا می‌رود و توانایی کنترل اعصاب باعث تفاوت نتیجه می‌شود. سر استیو ردگریو 5 بار برنده مدال طلای قایقرانی شده است. واقعاً آدرنالین بالا می‌رود. نیاز دارید بر روی لبه تیر قرار بگیرید، ولی نباید به طرف دیگر بیفتید. اگر بیش از حد هیجان زده و مقید باشید، کارایتان خوب نخواهد بود. ساختن یک ذهن آهنین نیز به نوع خود یک ورزش است. پس حضور روانشناس به اندازه حضور مربی در گروه ضروری است.